مهربانوی دیگه نوشته با سلام خسته نباشه، من یه دختر 5 سال و نیم دارم که چند وقته بازی های عجیب غریبی میکنه، با عروسک هاش برهنه میشه و بغلشون میکنه، حتی چند بار دیدم که پاک کن و یا گل سرهاش روی لباس زیرش گذاشته و خیلی نگران شدم، میترسم آسیبی به خودش بزنه. من و پدرش خیلی رعایت میکنیم که چیزی نبینه و حتی خیلی از شبکه ها و فیلم ها رو نمیذاریم نگاه کنه. تا به حال هم فقط سعی کردیم حواسش رو پرت کنیم و موضوع بازیش رو تغییر بدیم، ولی بیفایده بوده و هر بار که آروم تو اتاق میریم میبینیم مشغول این بازی است. لطفا کمک کنید، خیلی نگران هستیم. مهربانی من، خیلی نگران نباش. ببین، جنین توی شکم مادر برهنه است، ما برهنه به دنیا میاییم و بعد کودک وقتی که جسمش به جسم مادر میخوره احساس امنیت و آرامش میگیره. زمانی که شما تو حموم به فرض بغلش میکنین، اگه دقت کنین خیلی احساس لذت بیشتری میبره. این لذت، لذت عاطفیه، لذت امنیت، پارتش لذت جنسی ناخودآگاهه، چون جنین 70% مغزش اول قسمت سکشوالشه که رشد میکنه و این اصلا عجیب غریب نیستش. با عروسکش رو بغل میکنه برای اینکه اون جسم عروسکش با جسم خودش یه همانندسازی میکنه با شما و خودش. یعنی احساسی که از عروسکش میگیره مثل احساسیه که خودش از مادر که شما هستی میگیره. به همین دلیل میخواد همین احساس و لذت رو هم به خودش بده و هم به عروسکش بده، چون هنوز عقلش نمیرسه که اون فقط یه عروسکه. و بعد گل سرهاش و چیزای شبیهش رو گفتی میبره میذاره زیر لباسش. این قسمت ممکنه که یه عکسی دیده، یه عکس نیمه برهنه دیده یا یه نقاشی دیده که گل سری روی سینه برهنه است یا روی قفسه سینه برهنه است، یه جایی یه چیزی، به هر حال یه آیدیا و یه ایده گرفته از یک جایی. ولی شما خیلی زیاد خودتو نگران نکن، خیلی زیاد خوشحالم که خیلی خوب تا حالا برخورد کردین، هم شما و هم پدرش، و اصلا به روش نیارین. این یه مرحله است، بچه 5 سال و نیم است، یه مرحله رشد و نموه که داره تجربه میکنه خیلی از مسائل و احساساتش. یه همچین سنهایی بچه ها حتی با خودشون بازی میکنن، با آلت تناسلیشون بازی میکنن، چون دارن رشد، دارن کند و کاو میکنن این احساسشون رو. احساس جنسی بالغ نیست، ولی یک احساس خوشایندی که کاملا هم دوباره نرمال و طبیعیه و اصلا نباید به روی کودک آورد یا به روی اون بچه آورد. و شما رو فقط استراب تو کم کن، استراب تو از بین ببر، نگران نباش، باهاش بازی کن. مثلا وقتی که خیلی آروم به روی خودت نیار، وقتی که میری تو تا قشنگ باش بشین، قشنگ باش بازی کن، ولی اصلا به روش نیار که تو چرا اینو گذاشتی زیر لباست. بعد یه گل سر دیگه وردار بذار روی لباسش، بگو ببین چقدر لباست الان قشنگتر شد. نگاه کن وقتی که آدم یه دکوری میده، یه آیدیایی میده، چقدر زیباتر میشه. حالا یه لباس خودتو با خودت ببر، بعد بهش یکی از گلت بگو که به نظر تو چی بذاری روی این لباس من قشنگتر میشه. یه جوری آروم آروم تشویقش بکن که این وسایلش رو روی لباس عروسکش، روی لباس شما، روی لباس بابا، روی لباس خودش بذاره. اینجوری کودک احساسش تغییر میکنه، افکارش تغییر میکنه، ایدهش تغییر میکنه و بدون اینکه کودک ضربه خورده باشه و یا تحقیر و یا توهین شده باشه، رو اعتماد به نفسش ضربه نخورده، بلکه اعتماد به نفسش رو خیلی بیشتر بالا بردی. وقتی میذاره مثلا روی لباس شما، براش تشویق کن، بگو به به چقدر قشنگ شد، یا پس فردا که میخوایم بریم مهمونی به نظر تو چند تا آیدیا بده، من یکیشو انتخاب کنم، چون ممکنه یه وقت یه چیزی بگی که شما نتونی استفاده کنی. بگو میخوام برم مهمونی، این لباسم بپوشم یا اون لباسمو، تو چند تاشو انتخاب کن، از اون چند تایی که تو انتخاب کردی من انتخاب کنم. و بعدش هم دوست داری چی بذارم رو لباسم، چه کتی روش بپوشم، چه شالی روش بذارم. چون به نظر میاد این کودک خیلی کرییتیو و خلاقه و خلاقیتش رو باید رشد بدی. ای مهربانوی من، با کودک خلاق و با احساس طرفی و خوش به سعادتت. مواظب خودتون باشین و good luck.